سلام، خیلی خوش آمدید به این چند چند ویژه فوتبال در نوروز 1402. در این برنامه همراه با همکارانم و مهمان برنامه به بررسی بازی دوستانه ایران روسیه و حواشی اون و انتخاب سرمربی جدید تیم ملی ایران خواهیم پرداخت. اما پیش از این از نایب رویندل، سرمربی سابق تیم بانک ملی و از مربیان سازنده فوتبال یاد خواهیم کرد که نوروز امسال درگذشت. یادشون گرامی. یادشون گرامی، هم توی که اشاره کردم اشاره شد، ایشون از مربیان سازنده فوتبال ایران بود، آقای رویندل که یادشون گرامی. اما برای بررسی فوتبال ایران و آنچه که در فوتبال ایران می‌پردازم، همچنین یاد کردن از نایب رویندل، با مهمانان برنامه همراه میشم. توی در تصویر هم می‌بینیم محمد تقوی همکارم از بیرمنگام با ما هستند، مزدک میرزایی دیگر همکارم از لندن، و همچنین علیرضا مرزبان مربی فوتبال که از آلمان در این برنامه حاضر هستن. به هر سه خوش آمد میگم. آقای مرزبان، من میدونم شما با آقای رویندل کارم که شاگرد ایشون بودی در بانک ملی، از شما بشنویم در رابطه با ایشون و اینکه چه احساسی پیدا کرد وقتی خبر درگذشت ایشون رو شنیدید. اول به عزیزانم سلام بدم، به مزدک عزیز، به محمد محترم و شما گل ما. چیزی که هست واقعا بعد از اینکه این اتفاقات میفته، آدم یه مقدار به تاریخ گذشته خودش برمیگرده و همیشه رنگ و بویی رو داره که آدم نمیتونه فراموش کنه. یعنی یادمون نره که تمام انسانهایی که کنارمون زندگی میکنن باید توی دلمون نگه داریم، از کنار هیچ کس بدون توجه رد نشیم، و این مسئله واقعا در درون ما باید ریشه داشته باشه. چون زمانی که ما با تیم ملی جوانان بودیم و اون موقع آقای رجب فرامرزی سرمربی بانک ملی بودن، و برای ما خیلی جالب بود زمانی که ما به این تیم اضافه شدیم، به تیم بانک ملی رفتیم، بازیکنهای مثل ناصر محمدخانی رو، اون عبادزاده بود، نعمتزاده بود، تمام اینا رو آقا نایب به گل به فوتبال ایران معرفی کرد. یه انسان برجسته‌ای که هیچ موقع صداش بلند نمی‌شد، ولی خیلی ظریف بود توی کارش، خیلی توجه می‌کرد به جزئیات و سعی می‌کرد هر بازیکنی رو خیلی خوب رشد بده، و بهتر از همه همین بود که همیشه دستش روی شونه بازیکن‌ها بود. همیشه نه تنها یک مربی خیلی خوب، بلکه یک پدر خیلی بزرگوارم برای فوتبالیستایی که توی بانک ملی بودن بود و همه داشتن. و این مسئله توی فوتبال ایران بود که همه فوتبالیست‌ها ایران از خوبیش میگفتن و اونو پدر خودشون میدونستن، چون انسان بی‌نظیری بود. یادش بخیر. ممنون از شما. امروز مراسم یاد بود ایشون هم برگزار شد در ایران که من دیدم پسرشون گفتگو میکنه از پدرشون، گفتن بسیاری از
فوتبالیست ها از ایشون یاد کردند، یادشون واقعا گرامی. از آقای تقوی میخواییم پرسیم، مطلق آقای تقوی از شما بشنیم از خصایص آقای رویندل. ببینید آقا نایب، آقای مرزبان خیلی گفتم، من برام از من قبلش ببخشید یادم رفت. اما موضوعی که باید بگم، آقای نایب بوندر در کنار رجب فرامی زنده یاد آقای فرامرزی، حق بزرگی به گردن فوتبال ایران دارن. ببین بانک ملی کارخونه فوتبال سازی فوتبال ایران بود واقعا. شما اگه نگاه کنید از در واقع از اول قبل انقلاب که علیرضا عزیزی زنده یاد، علیرضا عزیزی از بانک ملی به پرسپولیس منتقل شد، بعدترش ناصر محمدخانی، بعدترش مجید نامجو مطلق که اومد استقلال، و شاید اوجش که همه ما میشیدیم مهدی مدوی که آقا نایب یک مربی در واقع به قول آقای مرزبان حرف خوبی زدن، بیشتر از یک مربی باشن یک پدر بودم. این خصایصی که واقعا این روزا در فوتبال ما خیلی کمه. ما وظیفه داریم، وظیفه ماست این آدمایی که اینجوری فراموش میشن الان هم هستن در فوتبال ما، ما وظیفه داریم اینا رو معرفی کنیم به نسل جوان. آدمایی که بیشتر از یک مربی بودن، یک مرشد بودن، یک راهنما بودن، کمک میکردن به بازیکنان. الان من میبینم خیلی از بازیکنان قدیم همچنان در واقع ارتباط داشتن با آقای نایب و خیلی جای حالش بودن. اما موضوعی که به نظر من این روزا خلای فوتبال ماست، حضور اینجور آدماست. من میبینم در فوتبال ما کمتر به این موضوع پرداخته میشه. ما دیروز دیدیم تیم ملی داشت فوتبال بازی میکرد. ای کاش مسئولین فوتبال ایران حداقل یک یادی از آقای نایب رویندل میکردن که یک در واقع چجوری میگم، یک تشویقی بشه برای آدمایی که در فوتبال هستن، دارن واقعا کار میکنن اما ناشناخته هستن. ما وظیفه داریم، من واقعا میگم ما وظیفه داریم، آدمایی مثل نایب رویندل و خیلی کسای دیگه که در فوتبال زحمت کشیدن اما کمتر به چشمیان به نسل جوان معرفی کنیم که یک در واقع تشویقی بشه برای کسایی که الان دارن کار میکنن. در هر حال بسیار مرد بزرگی بودن، زحمات بسیار کشیدن. من از ایشون از زمانی که در واقع تیم ملی رفتم، زمان پرویز خان دیداری که ایشون در واقع شاگرد پرویز خان از اون موقع میشناسم، بانک ملی، بعدا وقتی بانک ملی در واقع تا حدودی زیادی منحل شد، من همون موقع هما بودم، ایشون اومد هما و زحمات بسیار زیادی کشیدن. روحشون شاد باشه و تسلیم میگم به خانواده عزیزشون، خصوصا شهرام که واقعا میدونم روزهای سختی رو سپری میکنه. ممنون از شما. فدراسیون ظاهرا درگیر پذیرایی از روس‌ها بود، زیاد وقت نشه آقای رویندل بپرسه. امروز من دیدم که متنی رو منتشر کردن. از مزدک میرزایی بشنویم در رابطه با آقای رویندل. بله، منم قبل از هر چیز سال جدید رو تبریک میگم، چون این اولین برنامه ای که در سال جدید به مدد بینندگان عزیز ایرانی ترنشال هستیم. اما جدا تسلیتم بگم در گذشت نایب رویندل، مربی پیشکسوت و قدیمی فوتبال کشورمون، خب خیلی از این دست مربی ها هستن که همونطوری که دوستان اشاره کردند در رده های پایه دارن فعالیت میکنن. کسی اینا رو نمیشناسه، ولی خیلی از این بازیکنایی که الان ما میبینیم دست پرورده اونها هستن. نایب رویندل، من خاطرم از دهه 60 خیلی از اون بازیکنایی که می‌رفتن پرسپولیس استقلال، مثل ناصر آفانی که پرسپولیس رفت یا مجید نامجو مطلق که به استقلال رفت، از دل باشگاه بانک ملی اومدن. بانک ملی و راه آهن دو تا تیمی بودن که اون موقع اکثر بازیکنای تهرانی رو می‌ساختن و در واقع تغذیه می‌کردن های بزرگی مثل پرسپولیس و استقلال رو. و خب جا داره که منم به خانواده‌شون تسلیت بگم، به جامعه فوتبال تسلیت بگم و امیدوارم که این در واقع مربیای سازنده‌ای که نامشون زیاد مطرح نیست، یه جوری در فوتبال کشورمون مطرح بشن، یه جوری به حق خودشون برسن. چون واقعا از نظر درآمدی هم میدونم در شرایط مطلوبی نیستن مربیایی که در رده‌های پایه فعالیت میکنن، در تیم‌های سازنده فعالیت میکنن، و جا داره که به اونها خیلی بیش از اینها پرداخته بشه. فقط نه ما تیم ملی رو نگاه بکنیم، نه تیم‌های بزرگ رو نگاه بکنیم، کوچیکی هم هستن که اونجا خیلی از این فوتبالیست‌ها دارن مدارج ترقی رو تی میکنن و میتونن به در واقع فوتبال کشورمون در آینده کمک کنن. ممنون از شما مزدک میرزایی. اما به بازی ایران و روسیه بپردازیم. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازیش پس از جام جهانی و با هدایت سرمربی جدیدش امیر قلعه‌نویی برابر روسیه در ورزشگاه آزادی به میدون رفت، دیداری که یکی از مهمترین نکاتش حضور گزینشی و محدود زنان ایرانی در محیطی کاملا ایزوله و البته حضور آزادانه زنان اهل روسیه در ورزشگاه بود. خلاصه از این مسابقه رو که دیشب برگزار شد با گزارش مزدک میرزایی ببینیم. برمیگردیم با مهمانانمون همراه خواهیم شد. براوند، فرار محبی، ضربه سر رو میزنه، تارمی نگاه میکنه، یه پاس قشنگ تو برمیگرده، فرصت اونجا برای نور افکن.
با پای راست میزنه و دقیقا به مرکز دروازه. کنانی پشت توپ قرار گرفته، ضربه رو از همونجا میزنه. چه شلیکی! واکنش فوق‌العاده استافانو. پشت منطقه جریمه یکی از زاخاریان زینکوفسکی ضربه‌ای که بیرانوند میگیره. یه پاس قشنگ میارم به جایی که زینکوفسکی هست توی منطقه جریمه. زینکوفسکی تکنیکیه و خطا. خطا برای زینکوفسکی. به نظر رسید که عزت اللهی مرتکب این خطا شد و داور نقطه پنالتی رو نشون میده. تنتشف داور ازبکستانی این دیدار این صحنه رو خطای پنالتی تشخیص میده. پنالتی هم بود و قشنگ مشخصه که خطا بود و پنالتی برای تیم روسیه. میرانچوک پشت توپ قرار گرفته، ضربه رو میزنه توی دروازه. گل برای تیم روسیه. میرانچوک از روی نقطه پنالتی توپ رو وارد دروازه ایران میکنه در خلاف مسیر حرکت بیرانوند که توی این فصل پنالتی زیادی گرفته، اما در مقابل این ضربه میرانچوک مسیر رو اشتباه میره و توپ درون دروازه قرار میگیره. به نظر میاد که بازیکن دو تیمم زودتر اومدن به درون منطقه جریمه، اما داور توجهی نمیکنه. پاس بلند عزت اللهی برای حاج صفی، سرشو بالا میگیره میفرسته رو دروازه. یه ضربه سر تارهی میزنه و سافانوف راحت توپ رو در اختیار میگیره. ضربه آزاد، حاج صفی تماشایی میزنه. دومین ضربه آزادی که بازیکن ما دارن و گل نمیشه، اما خوب زد. یه پاس عالی، فرصت اونجا برای بازیکن ایران. ضربه محبی که با اختلاف خیلی زیاد توپ رو بیرون میزنه. سافانوف پرس شهید بازیکن ایران. دوباره حاج صفی پشت منطقه جریمه، ضربه محکم راه دور عزت اللهی و واکنش تماشایی سافانوف. تارمی فرار محبی توی منطقه جریمه، محبی نگه میداره برای تارمی. یه فرصت برای تیم ایران، محبی در منطقه جریمه تعادلش رو از دست میده و این پنالتیه. پنالتی برای تیم ایران. چه شروع فوق‌العاده‌ای برای تیم ایران که در همون آغاز نیمه دوم یه ضربه پنالتی برای تیم کشورمون به دست میاد. تارمی ضربه رو میزنه توی دروازه. گل برای ایران. تارمی بازی رو به تعادل میکشونه. پنالتیشو خیلی خوب زد، دقیقا به وسط دروازه. دروازه‌بانم رفت به سمت راست خودش و توپ به قعر دروازه روسیه میره. یک یک مساوی. یه بار دیگه موقعیت، قلی زاده، عزت اللهی و یه بازیکن در مسیر توپ بود که اسمش گلبوفه. گلبوف توپ رو به کورنر فرستاد. یه فرار دیگه، زاخاریان تک به تک و ضربش رو با اختلاف زیاد بیرون میزنه. که پاس عالی برای تارمی، زاویه مقدار تنگه. تارمی توپ رو به کنار تور میکوبه. یه بار دیگه محبی، خوب بازی کرد توی مسابقه. خود محبی نگه میداره توپ رو، میچرخه، حالا ضربش رو میزنه. ضربه محبی از کنار تیر دروازه بیرون میره. کنانی زادگان پاس قطری بلند، یه فرصت عالی. تارمی چه جوری این توپ رو گل نکرد. برگشت به تارمی 7-8 سال پیش که این فرصت ها رو از دست میداد و چقدر محبی خوب کاشت براش. دیگه همه چیز برای گل پیروزی ایران مهیا بود. دقیقه 90 و این ضربه تارمی که بازی رو 2-1 نکرد. ضربه که برای پیروزی ساخته نشده بود. اسدی میانه میدان باز میکنه به سمت چپ. زکی پور تازه وارد میفرسته روی دروازه. یه پاس بیرون از امیری، مهدی تارمی. تارمی! این ضربه تارمی هم در چارچوب نیست و ایران به 2 نمیرسه. همون 1-1 در جدال ایران و روسیه. یک بار دیگه با هم ببینیم. امیری خوب کاشت، تارمی به هر زحمتی بود صاحب توپ شد، چرخید و ضربش رو زد که در چارچوب نبود. و این هم سوت پایان مسابقه، تساوی 1-1 تیم‌های ایران و روسیه در دیداری دوستانه و تدارکاتی.
خب این مصاحبه با تمام حواشی که داشت برگزار شد، من به حواشی اشاره کردم، همینجا اشاره کنم و تاکید کنم که به حواشی میپردازیم، اما بخش اول میخوام اولین پرسشم از آقای تقوی و دیگر مهمانان این باشه در رابطه با بعد فنیش چه دستاوردی برای فوتبال ایران داشته صحبت کنیم، این که به نفع روس‌ها بیشتر بوده یا ایرانیا. خب مطمئنا به نفع هر دو تیم بوده آرمین جان، بدانی که روسا که هیچ تیم باشون بازی نمیکنه و ایران هم بعد مدت با یه تیم نسبتا با کیفیت فوتبال بازی کرد. اما نکته ای که به نظر من خیلی مهمه، من همیشه میگم ضرب المثل ایرانی رو باید طلا بگیریم، آب طلا بگیریم پای سرمون بنویسیم، که نباید با یه غوره سردی میکنه با یه مویز گرمیمون. حالا یه بازی خوب کرده بگیم خاطر تیم ملی خیلی خوبه، امیر قنوی تغییرات وسیعی کرد در 4 5 روز تیم ملی، از این رو برون میکنه، اصلا اینطور نیست. به امیر قنوی یه کار خوب کرد، اینو نمیتونیم منکر بشیم، اجازه داد که بازیکن‌ها خودشون باشن، به قول انگلیسی میگه let them play، بذار بازی شروع بکنم. اما نکته مهمتر این بود که بعد چند دقیقه وقتی از بازی گذشت مشخصا معلوم بود که دروازه‌بان تیم در واقع روسیه در بازی با پا خیلی ضعیفه و این پرسینگی که بازی ایران بازیکن ایران می‌کردن تا حدود زیادی منجر به این می‌شد که بازیکن‌های تیم روسیه پاس به عقب بدن و دروازه‌بان اشتباهات زیاد، درسته که تو توپ گرفتن خیلی خوب بود، اما بازی با توپ با پاش خیلی ضعیف بود. برای من خیلی عجیب بود که تیم روسیه اصرار بیش از حد داشت با توجه به اینکه ایران داشت پرس میکرد، همچنان داشت کار خودش میکرد. شاید به این دلیل که نتیجه براشون مهم نبود. اما در هر حال موضوعی که تا حدود زیادی در واقع باعث شد که تا حدود این در واقع امیدوار کننده باشه این بود که امیر قنوی تجربه خودش تو این مرحله تا حدودی نشون داد. نیومد بازیکن‌های خودش رو محدود بکنه، اما در این حال اون کاری که همیشه همه ما میدونیم، امیر قنوی یه مربی هستش که یه ویژگی خاص داره در سیستم مربیگری امیر قنوی، در فلسفه مربیگری امیر قنوی یه بازیکن بلند قامت فیزیکی همیشه وجود داره که تو باشگاهی برای مثلا این چند سال اخیر استنلی کیروش بود. ما حالا میبینیم تو این شهر وقتی در واقع آزمون نمیاد تا حدودی کار برای امیر قنوی راحت‌تر میشه، مقالو رو میذاره اون جلو. بعد که مقالو میاد بیرون یه بازیکن فیزیکی دعوایی، وقتی مقالو میاد بیرون یه بازیکن با همون شرایط حالا نسبتاً کمتر تو دعوایی مثل رضا اسدی میره. یعنی امیر قنوی نشون داده به اون تفکرات و به اون فلسفه خودش چسبیده، اما در هر حال در حال حاضر بیشتر به دنبال اینه که ببینه بازیکن در چه شرایطی قرار دارن. اما بازم یه بازی دوستانه بود که امیر قنوی بیشتر به دنبال این است که ببینه بازیکناش در چه مرحله‌ای قرار دارن که خودش آماده کنه برای مرحله بعدی مسابقه. ممنون. مزدک مسلما منصفانه میخوایم نگاه کنیم، اولین مسابقه بود که امیر قلعه‌نویی بعد از اون فاجعه‌ای که در جام جهانی رخ داد تیم ملی رو جمع کرد و روی نیمکت نشست. به طور کلی با توجه به تمام داستانهایی که داشت، حالا روسیه بوده، روسیه‌ای که مدت هاست نمیتونه بازی کنه یا تیم منتخب باشگاه روسیه بخاطر این لژیونرها نبودن، چطور دیدی مسابقه رو؟ خب ببین، باید اشاره بکنیم به تیم روسیه، همونطوری گفتی تیمی که از دل مسابقات بیرون نمیاد، یعنی این بازیکن‌ها جمع شدن برای این دو بازی دوستانه که اول با ایران بعدش هم با عراق که قراره که بازی دوم در سن پترزبورگ روسیه برگزار بشه با عراق. اما تیم روسیه کلاً تیمی بود که بازیکن‌هاش از نظر تجربه بین‌المللی پایین بودن، یعنی تیمی که خب حالا وقتی که رویداد بین‌المللی نباشه تیم ملی روسیه هم آنچنان بازی نمی‌کنه که سال گذشته فقط 3 تا بازی کردن با ازبکستان و تاجیکستان و چند تا تیم یه تیم دیگه و امسال هم که حالا فعلا همین دو تا بازی در سال 2023 و این نشون میده که مشکلات زیادی گریبانگیر این حریف هست که خب با وجود همه اینا بازم خیلی خوبه که یه همچین حریفی نصیب ایران شد، در مقابل به هر حال اسمش یه تیم اروپایی، بازیکنایی که مخصوصا توی نیمه اول نشون دادن که از نظر فنی در سطح خوبی هستن. اما خب هر چقدر بازی جلوتر رفت مشخص شد از نظر بدنی بازیکن ما آماده تر هستن و تونستن فشار بیشتری به حریف وارد بکنن و حیف شد که ما این بازی رو نبردیم، میتونست آغاز خیلی خوبی باشه برای امیر قلعه‌نویی. اما یه سری موارد هم واسه اشاره بکنیم، اونم اینه که کاملا مشخصه که اون نفراتی که امیر قلعه‌نویی مد نظرش هست در این بازی هم در ترکیب قرار گرفتن، بازیکنایی که میتونن ما رو حداکثر تا جام ملت‌های آسیا سال آینده کمک بکنند. الان 3 تا عضو از 4 تا بازیکنی که در خط دفاع تیم ایران بازی کردن همشون بالای 32 سالن و فقط کنعانی‌زادگانه که 28 سالشه و این نشون میده که یه مقدار میانگین سنی ما بالا هست، کما اینکه در جام جهانی هم تیم ملی ایران مسن‌ترین تیم بود. و در مورد بعضی از پست‌ها بخوایم اشاره بکنیم، میبینیم که مثلا هم شهریار مقالو که آقای تقی بهش اشاره کردن
فاصله قابل توجهی داره با ستاره مثل سردار آزمون یا مهدی طارمی. بانکی طارمی هم زیاد در اوجش نبود و فرصت زیادی از دست داد. ما باید یه فکری بکنیم برای اینکه این فاصله کم بشه بین کاندیداهای اول، ستارهایی که ما داریم و بقیه بازیکنایی که میتونن خودشون رو به اون نزدیک بکنن. فکر می‌کنم که این موارد باید خیلی بهش در واقع با نگاه موشکافانه‌تر نگاه بکنیم تا بتونیم در آینده تیم قدرتمندتر داشته باشیم. ممنون آقای مرزبان. یه سری تغییرات هم امیر قلعه‌نویی داد، یه سری از بازیکنان تغییر پیدا کردن، یه سری اتفاقات هم افتاد مثل سردار آزمون آمد و نیومد و بعد صحبتایی که مطرح شد البته گفت که حالا مسئله شخصی داشته. به طور کلی فکر میکنید اگر همین روند ادامه پیدا کنه یا تیم ملی ایران این شانس رو داره که با سرمربیگری امیر قلعه‌نویی کمتر از 10 ماه دیگه در جام ملت‌های آسیا اتفاق خوبی براش بیفته؟ یه مسئله خیلی مهمی هست، این که بازیکنهای ما عادت کردن با مربیای کار کنن که در واقع زورشون زیاده، اینطوری بگم، یعنی فشار از طرف اونا فوق العاده زیاد زیاد باشه. مربیایی که سعی میکنن با منطق به طرف جلو برن، سعی میکنن مسائل رو روشن بکنن، با مسائل تیزبینی مسائل تاکتیکی رو داشته باشن، همیشه توی ایران به مشکل میخورن، چون بازیکنهای ما بازتاب شرایط اجتماعی هستند. یعنی اگر بازیکن تحت فشار نباشه به هیچ وجه دیسیپلین نداره، اگر بازیکن تحت فشار نباشه به هیچ وجه احترام به مواضع تیمی نمیذاره و چیزی به عنوان اینکه کار تیمی وجود داشته باشه و حس تیمی وجود داشته باشه این مسئله از بین میره. ولی امیر این مسئله رو بلده، یعنی امیر مربیه که تا زمانی که به خصوص روی چرخ موفقیت هست از قدرت خودش فوق‌العاده خوب استفاده میکنه. ولی فوتبال ما باید بپذیریم، با تیم روسیه بازی کردیم که اگر جمع بزنیم در دنیا در طبقه سوم هستند، یعنی تیمای درجه اولی که در دنیا هستند، تیمای مثل برزیل، آرژانتین، انگلیس، فرانسه یا آلمان و امثال هم، بعد تیمای دوم که بریم تیمای مثل کرواسی باشن، بلژیک باشن و بیایم به طرف تیمای مثل رومانی، اینا حتی تیم روسیه جز اون تیما هم قرار نمیگیره. زمانی که تیم روسیه اتحاد جماهیر شوروی بود، تیمی بود که بازیکنهای اوکراینی را میتونست در خدمت داشته باشه، از دینامو کیف اون موقع، ولی کیفیت تیم روسیه هیچ موقع اینطوری نبوده که در تورنمنتی بتونن موفقیت‌های بزرگ داشته باشن تیم روسیه. ولی دیدیم هم که توی جام جهانی خودشون خیلی زود و با بگیم که با افتضاح اینا اوج شدن و این تیم از نظر روانی هم توی بازی ایران ضعیف بود، چون فشاری که الان توی کشورشون هست، این بازیکن‌ها میخوان موفق باشن، میخوان توی اروپا بازی کنن، میخوان قرارداد بگیرن، نمیتونن، بازیکن‌های جوانشون نمیتونن به طرف جلو بیان چون درگیری‌های در واقع اروپایی ندارن، دیده نمیشن اصلا. همه این مسائل دست به دست هم میزنه، دست به دست هم میده که تیم روسیه واقعا از کیفیت بالایی برخوردار نباشه و تیم خود ما باید تغییرات بزرگی داشته باشه. ولی امیر رو خیلی خوب میشناسیم، امیر به بازیکن و در واقع به کیفیتش نگاه میکنه و به سنش به هیچ وجه اهمیت نمیده و توی فوتبال ملی هم اینطوری هست. شما شانسی ندارید، شما برای 10 روز بازیکن‌ها رو میگیرید، گاهی اوقات برای 2 بازی، گاهی اوقات برای 1 بازی، و باید تو این بازی ها موفق باشید و این روش بدی نیست. ولی در کنار این که باید شما موفق باشید، باید سعی کنید تیکه به تیکه بازیکنهای جوان خودتون رو برسونید، باید بتونید که برای آیندم کار کنید که این برمیگرده به همکاری تیم ملی، یعنی مربیان تیم ملی با تیمای باشگاهی، اینطوری فقط ما میتونیم موفق باشیم. ممنون. اما همونطوری که گفتم مسابقه دیروز، ممنون آقای مرزبان، مسابقه دیروز و کلن انتخاب امیر قلعه‌نویی، سه حواشی هم داشت. امیر قلعه‌نویی 2 روز پیش از پایان سال 1401 کارش رو روی نیمکت تیم ملی شروع کرد و فقط 4 روز بعد در یک بازی دوستانه در تهران، یعنی دیروز، به مسافه روسیه رفته. در همین فاصله کوتاه اما حواشی زیادی اطراف سرمربی جدید و تیم ملی شکل گرفت، از تنش در نشست خبری قلعه‌نویی تا حذف رحمان رضایی از کادر فنی به دلیل حمایتش از اعتراضات مردم. یک گزارش بینیم از زهرا علیپور، بر میگردیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. روز شلوغ مرکز ملی فوتبال ایران در اولین ساعت فروردین ماه 1402،
مراسم معارفه سرمربی جدید تیم ملی. بازگشت دوباره امیر قلعه‌نویی به نیمکت تیم ملی تا اینجای کار با حواشی بسیاری همراه بوده. مخالفه؟ خدا من یکی مبارکه. چی بگیم؟ خواهد دونم که توی این مسیر برای شما سمت دلیل مخالفته چیه؟ خیلی چیز از جان خب نمیردن گرفته تا حالا رفت بهنم در مورد بازی که من روسیه شروع کنم، یعنی هرکی جان ببره بازی شما این هزار خورده امتیاز رو توی این چند ساله شما میتونید تا هزار بشماری؟ بشمار. حالا بشمار تا سوال بعدی رو من جواب. او در همان ابتدای کار طعم آشنای دخالت سیاست در فوتبال را چشید. آقای قلعه‌ای مستقام هستن که بتونید شما تیم خوبی داشته باشید برای یکی از بتونید بالاخره از فوتبال ایران تو آسیا رحمان رضایی که قرار بود نقش مربی را روی نیمکت جنرال ایفا کند، بلافاصله پس از این توییت وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش، از نیمکت تیم ملی محو شد و جایش را آندو تیموریان گرفت. ایشون هم بعدها دعوت ما را قبول کرد. حالا آندو در کنار سعید الهویی، علی اصغر قربان علی پور، آلین دینکا و علی کمانگری تیم دستیاران قلعه‌نویی را تشکیل می‌دهند. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان خودم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، ان شاءالله بتونید کار بزرگی رو در کنار بی انجام بدید. چالش دیگر قلعه‌نویی تا اینجای کار با غیبت سردار آزمون در تمرینات تیم ملی شکل گرفت. غیبتی که در روز بازی دوستانه ایران روسیه با انتشار تصویری از حضور این لژیونر در یک مسابقه والیبال در ورزشگاه المپیک گنبد پر سر و صدا شد. شما سردار آزمون، خب سردار شما همتون میدونید صحبت کرد به خاطر مسائل خانوادگی بود و اینکه جایگاهش توی بایر لورکوزن تازه داره جایگاهش رو به دست میاره و والیبال. حالا دیگه حاشیه‌اش شما نرین دیگه. ایشون صحبت کرد از قبل از اردو. آره هماهنگ شده و مربی تیم در جریان هست و همه میدونن. با همه این حواشی، عصر جدید قلعه‌نویی در تیم ملی با تساوی مقابل روسیه در یک بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی و در حضور اندک تماشاگران آغاز شد. ورزشگاهی فرسوده که جاری شدن آب از سقف پایان پس از چند روز باران بهاری صدای خبرنگاران روس را هم درآورد. و این هم تصاویری آشنا از حضور محدود و گزینشی زنان در ورزشگاه آزادی در جریان بازی با روسیه. ورزشگاهی که مشخص نیست بالاخره زیرساخت‌های لازم را برای حضور زنان ایرانی دارد یا ندارد. یه اتفاقی که دیروز در کنفرانس خبری افتاد مزدک، این رفتار امیر قلعه‌نویی، یعنی بدون تعارف امیر قلعه‌نویی از علی چشمک بزن گرفته تا همین امیر قلعه‌نویی دیروز سنش رفته بالا اما رفتارش عوض نشده. یعنی این هر رفتارهایی که مربوط میشه به فرهنگ لومپنیزم رو میبینیم در امیر قلعه‌نویی هست و بدون تعارف باید گفت مثلا آقای قلعه‌نویی و دیگر مربیان تیم‌های ملی دیگه، من اینو بارها در چنچن گفتم، انگار نیاز به یک روانشناس دارن که باشه بهشون یاد بدن شما مربی تیم ملی به خصوص شدید، رفتارتون، فرهنگتون. یه رؤسای فدراسیون مثل علیرضا دبیر که خیلی هم دیشب قلعه‌نویی با دبیر مقایسه کردن که رفتارشون تیپیکال رفتار آدمای جمهوری اسلامیه، چرا اینطوری برخورد می‌کنن؟ یعنی واقعا زشت و زننده، سوال در سوال تحقیرآمیز برخورد کردن، رفتارهای احمدی نژادی داشتن، اینا رو چطور می‌بینی به عنوان کسی که سالیان سال داری فوتبال ایران دنبال می‌کنی؟ خب ببین، میدونی مدل جمهوری اسلامی یه مدل خاصیه، فکر کنم هیچ جای دنیا اینجوری نباشه که دقیقاً همینطوری خودت گفتی سوال رو با سوال جواب میدن و این فکر کنم که خیلی نهادینه شده برای اون در واقع مدیرانی که در رده‌های بالاتر هستن و این خب در واقع همه جامعه رو در بر میگیره بعد از مدتی. خب همه میبینن که این سیستم داره جواب میده و شما هیچ نیازی نیست که جواب یه سوال رو بدی یا اینکه بخواید در واقع از عملکردت دفاع بکنی. چیکار میکنی؟ هجومی رفتار میکنی، طرف مقابل رو میبری گوشی رینگ و سعی میکنی که خودت ابتکار عمل رو به دست بگیری و اجازه ندی که
در واقع اون خبرنگار یا حالا هر اصحاب رسانه‌ای که هست بتونه صحبتش رو مطرح کنه. اما من خب واقعا دوست نداشتم این نحوه صحبت اون خبرنگار عزیزمون رو هم. حالا من واقعا بهش احترام میذارم، عقیدش حالا موافق نیست با امیر قلعه‌نویی، اما اون نحوه بیان اون هم فکر می‌کنم دوچار مشکل بود، چون حالا امیر قلعه‌نویی اومده اولین کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی باید راجع به بازی صحبت بشه، حالا یه در واقع خبرنگار برمیاد میگه که من مخالف شما هستم و این فکر می‌کنم که هیچ در واقع جای دفاعی برای اون خبرنگار هم باقی نمیذاره. این رفتار واقعا حرفه‌ای نبود از یک خبرنگار، ولی اون چیزی که برای این مسابقه واقعا به نظرم میاد که بگم خیلی ناراحت کننده است، وضعیت اسفناک ورزشگاه آزادی. حالا تماشاگر زن روسی اومده بودن کنار خانواده‌هاشون بودن، تماشاگر زن ایران هم دیدیم که به چه وضعیتی بودن، کاملا مشخص که کنترل شده هست و افراد خاصی بین جمعیت دیده میشدن. حالا اینکه چند درصدشون خودی‌ها بودن، چند درصدشون مردم عادی بودن، من دقیقاً در جریان نیستم و اظهار نظری هم نمی‌کنم. اما ورزش آزادی الان دقیقا 50 ساله که از عمرش میگذره، شما کجای دنیا یک ورزشگاه 50 ساله پیدا میکنید که هیچ کاری براش نکرده باشن؟ حتی اون آسفالت ها، حتی اون موزاییک های کف اون تونل ها هست، اینا همش مال 50 سال پیشه و هیچ حرکت خاصی انجام نشده. فقط چند سال پیش FC فشار آورد و گفتن که آقا باید حتما صندلی بذارید برای ورزشگاه و دیگه غیر قابل استفاده از اون سکوها، و مجبور شدن که صندلی بذارن و هیچ کار خاصی نکردن. الان همش آب داره میاد و با یه کوچکترین بارندگی، من خودم خاطرم هست تا چندین روز بعدش هم در واقع این آب از سر و روی ورزشگاه روی تن در واقع هواداره فوتبال میبارید و وضعیت بسیار بدیه که برای هر بیننده‌ای دردناک. فکر می‌کنم که آبروی فوتبال ما اینجوری کاملا داره میره و متاسفانه این پول‌ها به جای اینکه خرج فوتبال بشه، به جای خرج این مرزومات بشه. واقعا اینم جزء فوتباله، این جزء فوتباله، ورزشگاه جزء فوتباله، جدا از فوتبال که نیست. این ورزشگاهی که 50 سال پیش ساخته شده به همون ترتیب داره ازش استفاده میشه و متاسفم که بگم هیچ امیدی هم بهش نیست. از لحاظ کیفیت که مزگ، حالا خود توضیح نیاز به توضیح، تصاویرم مشخص، از لحاظ آن تعداد جمعیتی هم که همیشه پوز میدادیم 100,000 نفری داریم، با این روند دیگه جمهوری اسلامی از ترس در پیش گرفته و گزینشی میفرسته آدم رو تو روز دل زده کرده مردم از فوتبال. فکر کنم باید کم کم بگیم استادیوم 10,000 نفری آزادی. آقای تقوی از شما بشنویم، شما چطور دیدید حواشی حالا دور تیم ملی فوتبالمون و یک مسئله ای که اشاره کردم امیر قلعه‌نویی رفتارش، اینو تاکید کنم، امیر قلعه‌نویی چه بخوایم چه نخوایم جز بهترین های فوتبال ما بعد از انقلاب بوده، مربی بسیار خوبی بوده، حالا اون 10 سالی هم که جام نگرفته میدونم مزدک درست گفته، شاید خبرنگار نباید اون لحظه اینطور میپرسیم، ما خبرنگار رو ندیدیم، امیر قلعه‌نویی رو به عنوان سرمربی تیم ملی دیدیم. از شما بشنویم آقای تقوی. البته با نباید فراموش کنیم همین چند ماه پیش شرایطی بود که ما هیچ کدوم در واقع اون دل و دماغ اینه که دنبال کنیم فوتبال ایران، و من واقعا همچنان این حس رو دارم، همچنان نمیتونم این تیم ملی رو مثل تیم ملی سابق ببینم، همچنان اون حسی که قبلا داشتم این به من بر نگشته. واقعا میتونم بگم من هنوزه از دست بازیکنهای تیم ملی ناراحتم، یعنی در واقع ناامید کردم منو. اما در ارتباط با این موضوع، خب امیر قلعه‌نویی باید بدونه که الان به عنوان سرمربی تیم ملی باید خیلی پخته تر عمل کنه، اما خیلی راحت میتونه جواب این خبرنگار رو بده. این خبرنگار، خب هر خبرنگاری ممکنه سوال کنه، اما سوال به نظر من بی ربطی بود. اگر شما از یک مربی انتظار داری که مخالف هستی که اونجا نشسته، نباید از امیر قلعه‌نویی بپرسی، باید از اون کسی که امیر قلعه‌نویی در اون جایگاه گذاشته بپرسی. بری از آقای تاج بپرسی آقا چرا شما امیر قلعه‌نویی رو گذاشتی، چون ایشون 10 سال جام نیبرده. این جام نیبردن به نظر من ملاکی برای انتخاب یک مربی در رده ملی یا هر جای دیگه نیست. برای مثال شما الان میتونی به مورینیو اعلام کنه بگی آقا شما چون چند سال رام جام نیبردی نبود مربی تیم ملی پرتغال بشی. ببخشید عذر میخوام این حرفو میزنم، بی مورده. اما موضوعی که باید فراموش نکنیم اینه که اگر قرار با توجه به اتفاقاتی که در فوتبال ایران افتاده و مربی با مربی ایرانی باشه، فراموش نکنیم سه نفر، به نظر من سه نفر هستن که از هر لحاظ شایسته نشستن روی نیمکت مربیگری تیم ملی هستن. اگر اول بگیم، میتونیم بگیم یحیی گل محمدی با توجه به شرایطی که داشت، اتفاقاتی که افتاده، سابقه ای که داره، بدون تردید میتونه نفر اول رو نیمکت تیم ملی ایران باشه. اما همه ما میدونیم یحیی اونجا نمیشینه. حالا همه ما نمیتونیم توضیح بدیم، همه میدونن موضوع چیه.
نفر دوم جواد نکونام بود. اما اینجا فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه میدونست اگر به هر دلیلی جواد نکونام با تیم ملی بره جام ملت‌ها و اونجا نتیجه نگیره، کار برایش سخت میشه. همون چیزی که خیلی‌ها میگن، میگن مهره میسوزه. اما امیر قلنه، هیچ کس نمیتونه منکر توانایی امیر قلنه بشه. حالا خیلی ممکنه منم متهم به این کنن که امیر رفیق امیر، بله من با همه اینا دوستم، با همه اینا احترام میذارم، اما هیچ کس نمیتونه منکر توانایی امیر قلنه روی نیمکت مربیگری تیم ملی باشه. ما علی دایی رو تو این لیست قرار نمیدی، فقط همین سه نفر. چرا قرار نمیدی؟ علی دایی هم هست، اما همه ما میدونیم با توجه به اینکه علی دایی در حال حاضر مربیگری نمیکنه و چندین و چند بارم گفته من نیستم، نه اینکه بگم علی دایی تواناییش نداره، اون خوب تو گفتی فردا مشکلی پیش نیاد، همه ما منکری موضوعیم. علی خودش قبول نمیکنه تو این شهر. من مربیه که در حال حاضر در واقع شاغل بودن، در امکانش بود که بیان، بله لازم میگم، اما در حال حاضر موردی که به نظر من هست یک چالش بزرگ برای امیر قلنه‌ای همین ابتدا به وجود اومد، موضوع رحمان رضاییه. ببینید همونطوری که من همیشه میگم، همونطوری که این خانمایی که رفتن تو استادیوم اگر نمی رفتن و می گفتن که خب قرار همه ما بیام، نه اینکه گزینشی باشه، به نظر من اون کسی که قرار جای رحمان رضایی بره، آن دو مربی جوونی، امیدوارم که موفق باشه. ای کاش یه مقدار توی این موضوعات پخته تر عمل کنیم، یعنی به این راحتی حاضر نشیم بریم اونجا بشینیم. اما وقتی من با همه این دوستان صحبت می کنم، همشون یه نگاهی دارن، یه صحبت خیلی خاصی می کنن، میگه اگه ما نریم یکی دیگه میره. خب من اگه بودم گفتم خب بذار یکی دیگه بره، اما چون با توجه میگه خب من یه جایگاهی دیگه دارم تو انگلیس زندگی میکنم، شاید اگر منم تو ایران بودم همین تفکر رو داشتم، اما در حال فکر میکنم این تفکر که اگه من نرم یکی دیگه میره، همون اتفاقی میفته که جمهوری اسلامی چندین چند ساله توی فوتبال، نه تنها تو فوتبال، در کشور ما تونسته بمونه. از آقای مرزبان ممنون، از شمای طبیعی. از آقای مرزبان پرسشی دارم. آقای مرزبان یه نکته مشاهده کنم در مورد ورود زنان به ورزشگاه. من فکر می‌کنم فیفا یه خورده داره شوخی میکنه با زنان ایرانی، یعنی حالا فشار میاره اما زیاد هم فشار جدی نیست، چون این روند ادامه داره دیگه، یه بازی ملی میشه، یه چند نفر گزینشی میرن دوباره باشگاه رو میگن کرونا اومده، مشکلاتی داریم، نتونستن زنان بیاد. یه این مسئله است، میخوام ازتون بپرسم که این شوخیه چیه، داستانش چیه. مسئله دیگه این در رابطه با همین حضور قلعه‌نویی بعد از مدت‌های مربی ایرانی اومده در تیم ملی، فکر می‌کنید این حواشی دور تیم ملی رو اذیت نخواهد کرد؟ حواشی در تیم ملی همه جهان هست، مشکلات بزرگی هست، چون بازیکن‌ها از تیم‌های مختلف اضافه میشن، شرایط متفاوتی رو دارن، انتظار میره بعضی از بازیکن‌ها باشن یا نباشن، این مسئله همه جا هست. ولی ما با یک شروع جدید داریم حرف میزنیم در اون مورده که باید بحث کنیم، این که همونجور این که آقای تقوی اشاره کردن، رحمان رضایی رو وقتی ما کنار میذاریم، در واقع اگر همون موقع امیر قلعه‌نویی حاضر نمیشد و کنارگیری میکرد، ارزش شخصیتی خودش رو خیلی بالا میبرد، چون انتخابی بود که خود امیر کرده ولی مسئولین باش مخالفن و میگن این باید بره، چون این قدمی، چون رحمان یک قدم به طرف مردم ایران گذاشته و این مسئله واقعا خیلی دردناکه. ای کاش امیر در مقابل این مسئله موضع گیری میکرد و حاضر نمیشد تن به این مسئله بده که یاری رو که خودش برای تیمش انتخاب کرده و با آشنایی از نظر شخصیتی با خود رحمان و از نظر تاکتیکی با خود رحمان، انسان شناسی با خود رحمان، به نتیجه رسیدن که در کنارش باشه، ولی یک آدم لومپنی که تو وزارت ورزش نشسته، که آدم واقعا خیلی روشن بگم بیشعوری که اونجا نشسته، به این مسئله برخورد میکنه و میگه چون این مصاحبه کرده نباید باشه. یعنی ما در واقع با یک سیستم 100% فاشیستی روبرو هستیم که حاضر نیستن اجازه بدن حتی سرمربی تیم مربی‌های خودش رو انتخاب کنه، و همونایی خواهند بود که دو روز بعد اجازه نمیدن بعضی از بازیکن‌ها توی تیم باشن و روند کاری رو همیشه به تأخیر میندازن، چون باید همه کارا بر اساس میل اونا باشه. در مورد خانمایی هم که هستن که توی استادیوم میان، ما باید این مسئله رو بپذیریم که ما جنبش زن زندگی آزادی پرونده جدید رو در سراسر جهان باز کرد. یعنی دخترای ما، مبارزه‌ای که دخترای ما کردن با در واقع بگم کشتن مهسا امینی، زنان جهان یک قدم به طرف جلو برداشتن. یعنی در تمام جهان نام مهسا الان
برگزیده در این نامیه که از همه زنهای مبارز جهان که در قبل بودن جلوتر داره حرکت میکنه. و وقتی که به دخترای ما توهین میشه، به دخترای ما توی زندان ها تجاوز میشه، اونا رو در واقع شکنجه میکنن، اونا رو همیشه تحت تعقیب میذارن، از دانشگاه اخراج میکنن، توی خانواده ها دستگیرشون میکنن و روی زمین میکشن، سوال بر سر همین خواهد بود که اینفانتینو رئیس مافیای بزرگ فدراسیون فوتبال جهانی شده و همه فدراسیون ها بغیر از سه فدراسیون بزرگ جهانی مخالف اون نبودن، یعنی همه فدراسیون ها سر تعظیم فرود آوردن، باید بپذیریم که اونا نمیذارن، اونا تن میدن به این که با خامنه جلاد کار بکنن، با اون کنار بیان و زنای ما رو راه نمیدن به استادیوم، چون دخترای ما نشون دادن مخالفان 100% در واقع نماینده های آزادی، رهبران آزادی زنان جهان هستن و جمهوری اسلامی با این دخترای ما، با این جنبش بزرگ پر افتخار زنای و دخترای ما نمیتونه کنار بیاد، اونا رو به استادیوم به هیچ وجه راه نمیدن. ممنون از شما، فرصت زیاد نیست. من اشاره کنم امیر قلعه‌نویی گفته بود که بازیکن سالاری بد نیست، بازیکن رو باید سالار باشن، آقای خود بازی با کلمات کرد، بعد بازیکن محوری خوب بده. من از ایشون این پرسه دارم که دیکتاتور محوری چطور؟ دیکتاتور محوری بود که رحمان رضایی گذاشتن که شما صداتون هم در نهد. خیلی فرصت کمه. مزدک میرزایی اگر در یک دقیقه جنبندی داشته باشی و بعد در خدمت آقای تقویان باشیم یک دقیقه ممنون میشه. من فقط کلا بگم که الان به نیمکره تیم ملی نگاه میکنیم، حالا امیر قرنه کاری نداریم، به هر ترتیب انتخاب شده با ما این مربی ایرانی که تجربه زیادی داره، قهرمانی زیادی هم در لیگ به دست آورده، دور سال 10 سال افتخاری کسب کرده و توی استقلال هم خصوصا در اون آخرین دوره‌ای که بود نتیجه بسیار بسیار ضعیفی با توجه به خرید خوبی که براش کردن خصوصا در این فصل دوم. اما من نگاه میکنم میبینم که واقعا نیمکتمون سبکه و نیاز هست که افراد بزرگتری یه در واقع دستیار خارجی برجسته حداقل بیاد اونجا یه مقدار وزن بگیره. این نیمکت سعید علوایی میدونیم از نظر فنی شرایط خوبی داره و سایر نفرات اونجا اصلا آن دو تجربه ای نداره، حالا اومد جای رحمان رو گرفت ولی تجربه ای نداره به عنوان یک مربی، سایر کسی که اونجا اصلا هم زیاد نام بزرگی نیستن. انتظارم اینه که در واقع افراد برجسته تری بیان روی نیمکت تیم ملی تا یه مقدار قوی تر حرکت بکنیم به سمت آینده. ممنون آقای تقوی، چه استودیویی هم پشت خودتون درست کردید؟ یه لندنه. بله، از شما میخوام بپرسم در واقع جمع‌بندی آخر در 50 ثانیه داشته باشید که برنامه رو ببندیم. نقطه ای که نباید فریب بخوریم حضور زنان دیروز در استودیوم بود، این به این دلیل نبود که با تحت فشار گذاشته. من دیروز توی مصاحبه خودت گفتم آنو میجا، این فقط یک فریبی بود که نشون بدن همه چی عادی شده، زنان میتونن تو استادیوم بیان، یعنی حکومت به دنبال اینه که همه چی رو عادی سازی کنه. ما واقعا نباید فراموش کنیم چه جوان ها رو از دست دادیم و در هر شرایطی باید به یاد این جوان ها یادشون رو گرامی بده. ممنون محمد تقوی، مزدک میرزایی و علیرضا مرزبا. من بگم گفتگوی ویژه که با عبدالله موعد داشتم این دوشنبه و پنجشنبه پخش خواهد شد، ساعت 3:30 بعد از ظهر دوشنبه به وقت تهران و 7:30 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت تهران مجددا، یعنی هفته دیگه باید بیام به وقت ایران اگر بخوام هفته حساب کنم. در صورت امیدوارم که روزهای بسیار خوبی رو در نوروز بگذرونید، خوش بگذره بهتون و سلامت باشید. تا دیدار دیگر.